دفعه پیش عرض شد که یک مطلبی رو ما مطرح کردیم در باره اهمیت و اعتبار امر کلام. در دو سه کلمه کلام قدسی در تورات همین مسئله در عرض شد که در قرآن و یک اشاره هم به ناصر خسرو که بین همه یه متکلمین گرشه ناصر خسرو متکلم نبود ولی خب فیلسوف بود و با کلام هم سر کار داشت و بعد به قرآن اشاره کردیم همونطور که عرض کردم و بعد آمدیم این البته مقدمات بود برای اینکه قد یادآوری بشه که راجع به چی صحبت کردیم و کلام چه اعتباری داشته در کلام الهی در امر آفرینش. بعد هم از اونجا طبعا منتقل شدیم به طرف کار خودمون قدم به قدم که بیاییم به سراغ اوستا. از اوستا بعد منتقل بشیم به شام. در مورد اوستا هم فقط به این امر اشاره کردیم که زردوش از اهورمزدا میپرسه که نخستین چیزی که آفریدی چیه؟ او هم میگه من اولین چیزی که آفریدم اخون و ایریه، یعنی دعایی که مقدس ترین دعای زردشتی هست و وقتی گفتیم دعا یعنی کلام، اولین چیزی که آفریده شد کلام در آیین مسیحی. البته صحبت زیاد کردیم ولی باز یادآوری میکنم که در اساطیر و حتی در همه منتظر این نباشیم که هیچ نوع تناقضی وجود نداشته باشه و اساسا مسئله تناقض یه مسئله منطقیه. ذهن ما هم به عدمش عادت کرده و تناقض هم برای ما قابل قبول نیست. مربوط منطق ارسطویی هم هست، بعد دیگه منطق هگلی و بعد هم منطق های دیگه که مال قرن 19 و منطق ریاضی به کلی چیزهای دیگه هست. منطق هگلی که کما بیش میتونیم سردر بیرم چه ریاضیات هم من نمیدونم ولی بوی یه منطق دیگه داریم. به هر حال در اساطیر هم منتظر عدم تناقض نباشیم، برای اینکه دو تا سه تا پدیده دیگه هست که گاه بهش برمیخونیم هم توی گندهش و هم توی اوستا که اونا باز میبینیم نخستین چیزی که آفریده شده، مثلا نور، مثلا تن بیکران، اینا هم باز یعنی در گاهان میشه گفتش که در حقیقت تناقضی وجود نداره با اینکه خیلی کهنه و از متن بقیه قسمت‌های اوستا که ما در دست داریم کهن‌تره و حتی بعضی از متخصصان مثل شوره یا نولی عقیده دارن که احتمالاً خیلی کهن‌تره. اگر دیده حالا داریم دور میشیم از مطلب ولی چاره نیست، شوره عقیده داره که استاد هاروارد و یکی از بزرگترین متخصص او عقیده داره که خیلی کهن‌تره از متن اوستایی، حتی یعنی از یشت‌ها کهن‌تره. نولی عقیده دیگه داره اگه حافظم خطا نکنه و اون اینه که میگه احتمال داره خیلی کهن‌تر باشه، این سرودایی که منسوب به زردشته میگه احتمال داره خیلی کهن‌تر باشه، اما یک احتمال دیگه هم هست و اون اینه که بقیده نولی باز اگه حافظم اشتباه نکنه یا اگه مال نولی نباشه به هر حال مال یکی دیگه هست که خوندم ولی تو ذهنم شد قاطی میشه و اون اینه که ممکنه این یه دیالکتی باشه از زبان‌های هندو اروپایی، یکی از گویش‌های همون زبان اوستایی باشه که این دیالکت به حالت قدیم مونده، مثل خیلی از دیالکت‌هایی که به قول فرنگی‌ها فیژه میشه، منجمد میشه. ممکنه که کمابیش همزمان باشه با متن‌های دیگر اما از یه دیالکت دیگری، از یه گویش دیگری گرفته شده باشه که فقط یک گویش زبان دیگری نیست و این گویش منجمد شده در این حالت مونده. و هر حال چیزی که الان میخواستم بگم این هستش که در گاهان تناقض چندانی نمیبینیم و تقریبا شاید نمیبینیم. شاید علتش اینه که همونطوری که سنت میگه و همونطوری که برمیاد از گاهان این سرودهای یک نفری، یعنی یک فکری که بیان میشه و این فکر از اول تا آخر اگر هم تناقض داشته باشه با خودش این تناقض و در خودش تناقض سازگاری. البته این پارادوکسه ولی میتونه اتفاق بیفته. توی گاهان کلامه ولی در جای دیگه اوستا مثلا در یشتا میبینیم که نخستین چیز اساسا فراوهره، برای اینکه تا فراوهر اصلا دخالت نکنه فرینش اصلا تحقق پیدا نمی کنه.
یعنی اهور مزدا آفریننده کیهانه، نه مثلا آفریننده زمان. و فراورها هستن که وقتی به کمک میان زمان آفریده میشه و وقتی زمان آفریده میشه تازه کیهان معنا پیدا میکنه، یعنی به حرکت در میاد و آبها، خورشید، همه اون چیزایی که میدونیم. به این ترتیب یه کلاف بعضی وقتا پیچیدن بندهش مال شده بعد از اسلامه، بندهش رو در قرن دوم، در قرن سوم و دوم که یک نوزایی یا یک رنسانس زردشتی پیش میاد، متنهایی رو که یا در حال از بین رفتن بوده یا از فرهنگ شفاهی رو زردشتی ها به این فکر میفتن که جمع کنن و بنویسن برای اینکه داشت از بین میرفت. ولی خب بندهش کتاب بسیار مهمیه و در هر صورت هم اگر در قرن سوم هجری تدوین شده قدمت فکر خیلی زیاده. مثلا شروع عقیده داره که، حالا اینطوری بگیم، شروع عقیده داره، وارد این جزئیات که البته نمیشه، ولی شروع عقیده داره که سرودهای گاهان کهن‌تر از عهد عتیق، اون قسمتی که مربوط به موسی و شخص موسی اگر وجود می‌داشت یا داشته باشه، داشته بوده، از اون کهن‌تره، چون موسی رو تاریخشون دارن به 1500 سال پیش از مسیح. او عقیده داره که گاهان احتمالاً کهن‌تر از اونه، ولی بندهش رو ما نمیدونیم و هیچ مدرکی در دست نیست که موبد فرنبق چی داد، خدا داد یا همچیزی، او از چه منبع اینا رو گرفته؟ او اساساً نگفته که از کجا اینا رو گرفته و شاید اصلا چی شفاهی بوده، یعنی جز عدیه یا عقاید موبدا بوده اینا و این تدوین کرده. به هر حال مؤلف اونه، اما همه چیزا نشون میده که فوق‌العاده کهنه اینا. آخه نه بقیه اوستا هم همین بود، برای اینکه اوستا رو آخر اشکانیان به اعتباری، ولی به احتمال بیشتر اوایل ساسانی اصلا روی کاغذ آوردن. کاغذ که نوشته شده، مکتوب شده روی پوست، تا اون وقت فقط شفاهی بوده دیگه. و در هند هم این سنت بوده که کلام شفاهیه که کلام مقدسه، کلام الهی وقتی که روی کاغذ بیاد نوشته بشه جسمانیت پیدا بکنه، یه مقدار از سکرالیتش رو از دست میده. اینه که منطقه خوب حفظ میکردن و وداها رو هم رحمنها، این دعاها رو پیش از اینکه مکتوب بشه با چنان دقتی حفظ میکردن، البته سالها میذاشتن برای این کار، آدم یاد رقص هندی میفته، با چنان دقتی حفظ میکردن که وقتی اینا رو اومدن کتابت کردن اووردن روی کاغذ، درست درست. حالا یه چنین دقتی در مورد اوستا احتمالا شاید نبوده، معنیش هم ای بسا نمیدونستن، ورده داست، فقط کلام خودی خود سکره است، مقدسه. کما اینکه اوم توی فکر سنت‌های هندو اصلا صوته، هیچ معنایی خاصی نداره، ولیکن سرچشمه تمام آفرینش، هر نوع آفرینش و حتی سرچشمه پیدایش خدا است که سر همه دعاهاشون هست. به هر حال حالا دور رفتیم، فقط توجه داشته باشید که باید احتمالاً هم دائم تکرار کرد که اون چی گفته میشه یکی از ورسیون هست، یکی از روایت هست، این چیزی که ما میگیم، نتیجه اینکه یکی از برداشت هست، یعنی برداشت های دیگه هم نه تنها امکان پذیره بلکه میشه و که نگرنده خلاصه اعتباری دیگه، به اعتبار شخصه، حالا تا طرف چی بفهمه از اون چیزی که هست. مثل هر مذهب دیگه، با یزید هم مسلمان بود، ارشد که شمر هم مسلمان، امام حسین هم مسلمان، مثل هر مذهب. عرضم به خدمت شما که دفعه پیش این موضوع رو صحبت کردیم که بین زردشت و ابومزدا خدا گفتگو امکان پذیره به دلایلی که گفتیم، یعنی در فکر این امکان پذیره، اما با الله و با یهوه به عنوان نمونه گفتگو نمیشه کرد، برای اینکه یک فاصله، یک شکافی این وسط هست که این شکاف گذر ناپذیره. حالا که البته این گفتگوی یه تیکشمون دفعه گفتیم، این گفتگوی بین اهورمزدا و
زرتوش گفتگوی فوق العاده البته زیبایی هم هست. حالا در پاسخ به زرتوش خدا میگه که خدا که میگیم اینجا توسط هم میگیم دیگه، اول مردم میگه که اولین چیزی که من آفریدم پهون و ایریه یعنی سخن بود. اون وقت متنی هستش که این مربوط بندهشه، پیش از آسمان و زمین و آب و آتش نخستین چیزی که آفریدم سخن بود. یعنی چی؟ به یک معنای دیگه یعنی خدا همون کاری رو داره میکنه که زرتشت کرده، یعنی کار خدا کار شاعرانه هستش، کاری هستش که شعر میکنه. یا برعکس کنیم قضیه رو، کار شاعر آفرینش کلامه، یعنی تقلید کار خدا و یا تقلید، البته حالا تقلید میگم یا در ارسطو افتادم یا در میمزیس افتادم، ولی شاید تقلید کلمه خیلی خوبی نباشه، باز آفرینی کار خدا، چون میمزیس هم در حقیقت ترجمه میکنن به محاکات و تقلید، ولی باز آفرینیه. و توی مسیحیت هم ما با کلام الهی سر و کار نداریم، بلکه با موعظه مسیح به همین مناسبت چهار تا روایت داریم از یک چیز، و اون یک چیز هم بیوگرافی مسیحه، چیز دیگری نیست، اخلاقیات، ولی اخلاقیاتی که از راه بیوگرافی مسیح تعلیم داده میشه. عرض شد که شاعر که با توجه به اون همه صحبتهایی که راجع به کلام کردیم و موقعیتش در آفرینش، شاعر هم که آفریننده کلامه، کارش هستن و هنرش هنر کلامیه، و شاعر که میگیم، من منظورم البته توجه داشتوشی مطلقا مسئله نظم و حرفا نیست، بلکه آفرینش کلامه، یک کلامی که جهان رو جور دیگری میبینه و حرف تازهی داره، حرف دیگری داره که این حرف دیگه یه دریچه دیگری یا یه منظر دیگری از جهان به روی شنونده باز میکنه. شاعرهای قدر اول که واقعا میشه گفت شاعران و سنتی رو بنا میذارن، نه هر کسی که نظمی داره، یعنی مثلا توی فرهنگ خودمون فرض کنیم خیام یا حافظ یه چنین شاعری، یا سعدی در غزلیات، مطلقا مثلا در بوستان سعدی نفی هست کنی هستش که، ولی ناصح و وزن شاهنامه یا وزنی که شناخته بوده، شعر به خصوص یه چیزی که یا باید درجه یک باشه یا متوسط نداره. حاجی کرمانی یا نمیدونم وحشی بافقی و اینا به درد داره باید ادبیات بکنن. به همین مناسبت هم خودم هم یه مدتی شعر میگفتم، بعد به این نتیجه رسیدم که دو سال این جرم رو مرتکب می شدم، بعد به این نتیجه رسیدم که یه به درد تاریخ ادبیات می خوره و این کار من نیست، و اگر بخواد کار من باشه من 40 سالگی نفلم، واقعا نفت می کردم 40 سال، یک تانسیونی داشت که فکر می کردم در 40 سالگی من می کشم. خب حالا اگه به نصر رو بخواییم بپردازیم، به هر حال نصر وقتی که به پای یعنی به مرتبه هنر برسه توی بعضی از قصه ها و بعضی از رمان ها یا حتی تو تاریخ، مثلا تو تاریخ بیهقی ذکر سر برداشت کردن اصلا که بعدی، خب نصر هم میتونه یه آفرینش دیگری باشه، رمان نویسای بزرگ آفرینش دیگه. هر شبت که میدونید که کلمه شاعر هم یعنی دارنده شعور، و تا اونجایی که من شنیدم متاسفانه زبان رو نمیدونم، ولی پوئت که در عرض یک کلمه یونانی به معنی آفریننده است، شاعر یعنی دارنده شعور، شعورش هم در خودآگاه و هم در ناخودآگاه دارای آگاهی، شعور حالا بگیم یا آگاهی، در هر دو مقام، هم در مقام ناخودآگاه و هم در مقام خودآگاه، و این شعوره که سرچشمه آفرینش در شاعر، منتها آفرینش که اون میکنه به میانجی سخنه و در سخنی که جهانی تو اون میسازه تحقق پیدا میکنه، تصدیق پیدا میکنه. چه استغناست یا رب، این چه استغناست یا رب، این چه قادر حکمت است، این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. این یک تصور دیگری از درد که وقتی آفریده میشه توی کلام آفریده میشه، هیچ جور دیگه آفریده نمیشه. چرا؟ در نقاشی هم آفریده میشه، در موسیقی هم آفریده میشه، اونجا وسیله چیز دیگر.
ولی به هر حال کار هنرمند اینه، یک چیزی، حالا کار شاعر این هستش که در کلام یک چیزی میآفرینه که یه مرتبه آدم میبینه که یه چیزی حس میشده ولی گنگ بوده، ناشناخته بوده، این حالا مثل اینکه جسمانیت پیدا میکنه. اشارهش به خداست دیگه، برای اینکه این حکمت مقدر خداوند و اینکه بی نیاز از همه چی با این وقت پدر بشر در آورده. خب حالا برگردیم به یک موضوع دیگه ایرانی که این جهانی که ما میشناسیم یا هر جهانی، حتی اونایی هم که نمیشناسیم، این رو به اعتبار انسان میشناسیم که چون انسان هستیم جهان رو میشناسیم. نمیتونیم خودمون رو به جای نمیدونم حیوانات بذاریم یا به جای اجسام بذاریم و ببینیم که اونا جهان چگونه درک میکنن، و تا اونجایی که توانایی های فکری ما اجازه میده آدمی را به که صاحب آگاهی حیوانات صاحب حس درد هستن، ولی کن و غریزه به خصوص مهمه، اما غریزه کاری که میکنه یک چیز رو یک امری رو دائم تکرار میکنه، دیگرگونی درش نداره. تشخیص نیکو بد، تشخیص زشت و زیبا، یعنی تمیز نداره، به قول قدیمی ها تمیز در غریزه وجود نداره. اون چیزی که در آگاهی انسان وجود داره تمیز دادنه، جدا کردنه و بعد داوری کردنه. حالا جهانی هم که ما میشناسیم جهانیه که ما به اعتبار انسان میشناسیم با این خصوصیت، یعنی جهان خودمون رو میشناسیم، و این جهان چیزی نیست غیر از دریافت اندیشه و حس ما از اون چیزی که هست، از تمام از همه بودنی ها دریافتم. حالا میخوام برگردم به این نتیجه که اگر دریافت کننده این نباشه جهان مثل نابوده است. ببینیم برای سنگ جهان چه معنی داره، یا برای خود طبیعت، طبیعت چه معنی داره. در عالم خیال میشه جهان بدون آگاهی رو، آگاهی شعور رو به یه معنی به کار میبرن، به وسیع ترین معنی کلمه، در عالم خیال میتونیم جهان بدون آگاهی رو مثل یک وجود محال تصور کنیم. اینکه مفهوم جهان، مفهوم تصور یا هر مفهوم دیگری، همه اینها مربوط به آدمی است. وجود برای موجود بدون آگاهی معنایی نداره. البته توجه دارید کم کم دارم میام به طرف شاعر دیگه، از خدا و پیغمبر دارم جدا میشم. وجود برای موجود بدون آگاهی معنا نداره. اساساً در نبود آگاهی مفهوم تیگیوم معنا هم خودش بی‌معناست. اصلا معنایی، تصوری از معنا وجود نداره. و معنا مفهوم نیست. حالا شاعر بعد از اینکه صحبت این همه صحبت زردوش رو کردیم، شاعر مثل پیغمبر، منظورم از پیغمبر زردوشته یا هر پیغمبری، هر کسی که بین آدمی و یه تصوری از ماوراء آدمی، به هر حال پیامبر که اینجا آمده، به هر حال یک چنین وجودی که خود شاعر هم البته همین کار میکنه. شاعر از برکت شعور، خواه این آگاه باشه و خواه ناآگاه، یعنی در خودآگاهیش باشه ناآگاهیش، به این ترتیب حالا قضیه برمیگرد دیگه، اویی که معنای خودش رو به جهان میده و به جهانیان. آدمی زده آفریننده از راه کلامش به زیستن و به مردنش معنا میده. اصلا زندگی و مرگ معنادار میشه از راه کلام، از راه شعور، که شعور از راه کلام بیان میشه. از راه کلامه که میدونیم که چرا هستیم یا چرا نیستیم، یا دست کم میدونیم که نمیدونیم چرا هستیم و چرا نیستیم، و به هر حال بدون نبودنمون رو از راه کلام میفهمیم، و یا به جایی میرسیم مثل خیام که میدونیم که چرا نادانیم. یعنی حتی وقتی نمیدونیم هم به نادانی خودمون آگاهی داریم، یعنی یک دانشی توی این هست، یک دانستنی در این ندانستن هست. نمیدونم کیه که میگه وقتی من صحبت عدم میکنم دژا یک چیزی پیدا میشه، وجود پیدا میکنم، یعنی مفهوم عدم. روی برگردیم به گفتگوی زردشت و هارون مزدا، که این گفتگو یعنی بین رابطه آدمی و خدای آدمی و ماورا آدمی که از برکت سخن شدنیه، و آدم و خدا در این گفتگو به خصوص
یه نوع همزبانی و همدلی دارن. این گفتگو، یعنی در گفتگوی زردشت و اهورامزدا، شاعر که زردشت باشه خودش رو میشناسه و جهان رو باز میشناسه، از راه اهورامزدا میخواد بشناسه، چون به دائم میگه به من بگو تو کی هستی، جهان چیه، شب چیه، روز چیه، روشنایی چی، میخواد جهان رو بشناسه. و کار دیگری که میکنه اینه که این رو میخواد به دیگران بشناسونه و این کار آگاهانه است، میگه برای این منظور این کار رو میخواد بکنه و چون این کار رو میکنه پیامبره. سخنی هم که اهورامزدا زردشت آموزش میده همونطوری که دیدیم یه دعای عجیبیه که اثر معجزه آسا داره و یا به معنی خوب کلمه اثر جادویی داره، در شکست دیو، دروغ، بدی. در ابتدای آفرینش اهورامزدا این سخن رو، یعنی اهورنبعیریه رو به زبان میاره و اهریمن 3000 سال به بیهوشی میفته. این البته در گاهان نیست، در جای دیگه یه. این در آغاز آفرینش مطابق اسطوره مزیسنی وقتی که درگیری بین اهریمن و اهورامزدا شروع میشه، اهورامزدا اول این دعا رو میخونه و اهریمن 3000 سال بیهوش میمونه و اهورامزدا در این فاصله فرصت داره که آفرینش رو بیافرینه برای اینکه یار او باشن در جنگ با اهریمن برای 3000 بعد. این دعا اثر جادویی داره، این دعا برای اینکه کلام مقدسه، وقتی که به زبان میاره اهریمن به بیهوشی میفته و 3000 سال بیهوش هست و در این مدت اهورامزدا فرصت داره که جهان رو بیافرینه که تا در نبرد بعدی دوست یار و یا همدستش باشن در نبرد با اهریمن. حالا این دعا یا این نیایش، این اهورنبعیریه، بنیاد و ذات یا گوهر دینه. دین هم که میدونیم وقتی میگیم منظورمون دانشه. دین چیه؟ دین دانش مینوویه، دانش الهیه، یعنی همه دانستنی های نیک دیگه. اگر این دعا به سخن کلامه، اگر این ذات و گوهر دینه، گوهر دانشه، به این ترتیب ناگزیر هر دوتا اینا، یعنی سخن و دین، همزمانن و با هم آفریده میشن، توامانن دیگه، ولی یکی هستن. ای با قول حالا اگه با این همانن و یا همون چیزی که فرنگی ها میگن ایدانتیک، یکی من این همانم میدونید که از اصطلاحاتی که فروغی بست در سال 1314 خیلی قشنگ یاره که سرخم نوشته میشد و خودشون سرخم نوشته، بله، همزمان و با هم آفریده میشن. حالا اهورامزدا یا اهورامزدا، این مربوط به بندهشه، از بندهش آمده، از روشنی بیکران، تن بیکران، روشنی بیکران نوره دیگه، تن بیکران رو آفرید، یعنی در حقیقت مفهوم جسم یک معنای دیگه، مفهوم مکان رو آخری، و از این نخستین، از این روشنی بیکران و از این تن بیکران اهورنبعیریه پدید آمد. اصطلاح چیز این است که از این پیدا شد که این دعا یا این سخن، اینجا متن بندهشه، آغاز آفرینش و فرجام آفریدگان از این دعا، از این نیایش آشکار میشه. یعنی میبینید که یک کمی تو در توه، یعنی باز آغاز و انجام آفرینش و زمان از این پیدا میشه، پدیدار میشه از این کلام، یعنی آگاهی بهش پیدا میشه دیگه، جور دیگه بخواییم بگیم، منطق آگاهی از راه کلام. این پیدایش اهورنبعیریه و این پیدایش یا آشکار شدن آغاز و فرجام آفرینش رو بندهش میگه این رو دین خوانند، نامش دینه، چون دین به همراه آفرینش آفریده شد. یعنی همونطور که زمان یه دایره واره، فکر هم اینجا دایره واره، برمیگرده دائم به خودش و البته فکر واقعا هم یک خاصیت اینطوری داره، برای اینکه فکر رفلکسیونه دیگه، فکر چیزی ازش رو از خودش داده میشه، خودش و خودش رو میزایانه، در نتیجه از خودش پدیده، به خودش برمیگرده و از خودش بیرون میاد. اینجا هم آدم میبینی که این داستان اینطوریه، بله، یه نوع مارپیچه، عقلش گرده و مارپیچه.
با توجه به این مقدماتی که از برای بیانش از بندش استفاده کردیم، اهونه و ایریه و دین یعنی سخن و دانش، این همان و یکی و آشکار کننده زمان، برای اینکه از آغاز فرجام آفرینش رو پدیدار میکنن، پدیدار کننده آغاز و فرجام هستند. چون که پیدایش دین ناچار در سخنه، در کلامه، در به هیچ ترتیب دیگه دین نمیتونه خودش رو نشون بده، پدیدار تحقق پیدا بکنه، هستی پیدا کنه، چون دین دانشه و بدون سخن نمیشه دانست. باز برمیگردیم، حالا برای دانستن باید خدا رو شناسیم. خدا رو که نشناسیم از خودمون بیرون نمیده. شناختن خدا خب معنی داره، شناختن بیرون از خود باید در آیم از خودمون دیگه، حالا به خصوص حتی از طبیعت باید یه ذره فراتر بره. به هر حال برای دانستن لااقل در این فکر، حالا ممکنه یک کسی کفرش در بیاد، ولی برای شناختن این فکر، برای دانستن باید خدا رو شناخت. اما برای شناختن خدا چه وسیله‌ای دارید؟ سخن، گفتگو با خدا، و یا یکی گفتگو بکنه و این گفتگو رو به ما منتقل بکنه. جز سخن به هر حال راه دیگری برای شناختن خدا نیست، و خدا هم یا خودش در سخن تجلی میکنه، وحی اون چیزی که در مورد پیغمبر اسلام بود یا در مورد بنی اسرائیل هست، متایی از تورات که میگه خدا خودش رو در دهان پیامبر رو داشت، یعنی وقتی پیامبر حرف میزنه خداست، کلام کلام خداست، یا خداست که تجلی پیدا میکنه، بروز میگه خودش رو. به هر حال آگاهی خدا یا در سخن تجلی میکنه، یا خواهنده نیازمند خدا رو در سخن فرا میخونه، مثل زردوشت ازش میخواد، میپرسه ازش. به این ترتیب در سخن انگار یه سحری است که چیز پنهان، ناپیدا و نادیدنی رو و در نیافتنی رو، چیزی رو که ناچیز بود با یه تیره شاید بشه نشون داد، این رو چیز میکنه، پیدا میکنه، آشکار رو دریافتنی میکنه. یعنی چی؟ یعنی میافرینه. انگار که در سخن یه سحری هست. سحر رو مخصوصا برای این گذاشتم که این کلمه رو بکارم، برای اینکه از سحر سخن، در حال سحر سخن یه چیزی که با هر دریافتی شناخته شده است، یکی تو شعر کلام سایرانه است سخن. در حال گویی در سخن یه سحریه که یه چیزی پنهان، ناپیدا و در نیافتنی رو، توی پرانتز چیزی رو که ناچیز بود، این رو پیدا، آشکار و دریافتنی میکنه، یعنی این رو میآفرینه، چیز ناپیدا و در نیافتنی رو دریافتنی میکنه، پیدا میکنه. برای همین از آنجا که به قول حافظ ما به او محتاج بودیم و به ما مشتاق بود، ما و آدمی در یه سرمنزلی به هم میرسن از دو سن. اون سرمنزل سخنه. در سراسر راهان برگردیم، ما توی این گفتگو آرزوی دانستن و دیدار و نیاز گفتگوی دو تا دوست رو با هم بیدیم، دوستانه از دوست. اینجا رو اگه اجازه بدید فقط بخونم، و حالا اینایی که من دارم ذکر میکنم، یسنه، خات 46 بند 1 و 2، خات یعنی به معنی فصل دیگه، 33 بند 6 و 8، خات 31 بند 3 و خط 33 بند 12 و 7. یعنی ترتیب رو من به هم زدم برای اینکه این سلسله کنم، ولی اساسا همش رو ببینید، برای اینکه خب دقتش وقت زیاد میگیره ولی حجم زیادی نداره کتاب. حالا این چیزایی که یسناسشو دادم از ترجمه دوستخواه گرفتم، برای اینکه ترجمه دوستخواه به نظر میاد که منجدتره و کلمه به کلمه است، اما کرداوود یک کمی گاه شرح و توضیح داره. چون خودم اینجایی دارم شرح و توضیح میدم، دو پادشاه در کشوری نکنجه. خب حالا اجازه میدید که اینو بخونم؟ بد نیست، برای اینکه این حال هوای چجوری بگم نمیتونم توضیح کنم. چه رابطه با خدا است که برپا دیگه گم میشه؟ توی ادیان سامی که نیست اصلا، این با خدا رفیق است.
میگه شکایت داره، گله میکنه ازش، بعد خدا ازش حرف میپرسه. در حال من این چند چیز که چند تا سرود رو که نقل کردم، چند تا بیت از سرود اگه بشه گفت، اینها در این گفتگو که یه نیاز و نیاز به دانستن و دو طرف هم هست، زرتشت میگه که به کدام مرز و بوم روی آورم، به کجا روم و از که پناه جویم. ای مزدا، من میدانم که چرا ناتوانم، از آن روی که خواستم ناچیز است و کسانم اندک شمار است. ای اهورا، از این ناکامی نزد تو گله میگذارم، پیش خدا گله میکنم. تو خود نیک در کار من بنگر، من از تو خواهان آن یاری و رامشم که دلداری به دلدادهی میبخشد، یا دوستی به دوستی ها رسال بتر بشه. آقای دوستها اینجا خیلی به نظر میاد رومانتیک شده، دل که دوستی به دوستی میبخشد. حالا پیغمبر به خدا بگه دلدار و دلداده، اینه یه چیز میشه. یا تصور من این استش که یکی از سرچشمه‌های عرفان ایران از طرفی برمیگرده به دوره پیش از اسلام، یکی در وحدت و کثرتی است که شما میشناسید و بی آفرینش و توی زمان زیاد صحبت شو کردیم، یعنی اهورمزدا همه چیز هست و یک چیزه. یکی به اونجا برمیگرده، یکی هم این گفتگو البته میستی که بله گاهان اساسا عرفانیه، یکی گوهر عرفانی خیلی شدید داره. این فقط تصوره و حدسه، ولی من گمان میکنم که این توی این فرهنگ شفاهی از اون راه رسید، چون خیلی آشکار جنبه میستیک و حتی وحدت وجودی این فکر مزدایی، یعنی در مورد امشاسپندا اساسا. و بعدم اگه به سهروردی توجه بکنیم با عالم مثال، واقعا امشاسپندا یک نوع عالم مثال هن، یک نوع رابط هستن بین دو تا دنیا، بین دو عالم، بین لاهوت و ناسوت که واسطه هستن. بعضی وقتا آدم ناصر خسرو میخونه میبینه بعضی جاهاش عجیب شبیه آفرینش، شبیه از جهاتی به فکرهای مزدایی و حالان که نمیشناخته اصلا، ولی برای دستش رسیده وجود داشته. از طرفی هم فلوتینه که در دوره اسلامی تصور میکردن مال ارسطوه، یعنی اینو ریتر هم مطالعه کرده، البته بعد از اون یارو شخشناس بزرگ آلمانی که در قاهره خودکشی کرد که اول بار اون مطرح میکنه. الیاس های پلوتن یا افلوتین به قول عرب ها، یا فلوتین، دو تا از اونها، از اون نخگانه ها ترجمه میشه به عربی. چیزاش هم آدماش هم مشخصه، این آخر هم اتفاقا من دیدم، اگه بخوای میتونم بهت بدم. دو تا از اینا ترجمه میشه به عنوان رسالات ارسطویی. بعد دیگه در تمام دوره اسلامی تصور میکردن این که البته اینا عرفانیه و از سرچشمه های عرفان اسلامی هم هست، عرفان ایران هم همینطور. بعدها همیشه تصور میکردن که اینا از ارسطو گرفته شده، مسلمین خیال میکردن که ارسطویه. این نسبتاً متأخره که پیدا شده دقیقاً از کجا اومده، مال شاید اوایل این قرنه. به هر حال حالا برگردیم، البته هم از غربه که بعد میاد پیش گنوستیک ها، و از گنوستیک ها میاد که همش هم به واسطه است، به مسلمان ها میرسه. خب میرسه به عرفان اسلامی. عرض شد که ای مزدا، مرا آرزوست که با تو دیدار و همپرسگی کنم، گفتگو کنم. مرا از آنچه خواهد شد و نخواهد شد بیاگاهان، با پس این آماج مرا به من بشناسن، هدف نهایی رو، تا با منش نیک بدان روی آورم. منش نیکم البته اشاره میشه به پیوستگی داره با بهو منه اندیشه نیک، بدان روی آورم و چون توی را نیایش بگذارم. این مرزا، تو با گفتار خود و با زبان خیش ما را بیاگاهان از آن بهروزی که نبید دادی و از آن فرمان که فرزانگان رافت، تا من همه مردمان را به گرویدن به تو فراخوانم. اینجا دیگه رابطه بین پیامبر، رابطه بین خداست و آدم. ای اهورا، خود را به من بنمای و توش و توانم ده، میخواد خدا را ببین. ای مزدا، ای نیکترین، به سوی من آی و نمایان شو تا به گفتار من گوش دهند دیگران. کی تو را خواهم دید؟ کی
نیوشای سخن مزدا خواهم شد. نیوشیدن هم میدونید گوش دادنه با حضور قلب، حالا اینطوری بگیم دل و جان گوش دادنه. که نیوشای سخن مزدا خواهم